سوره بقره جزء 1 آیه 106 تا 112. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هر آیه ای را نسخ کنیم یا فراموش گردانیم بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم. آیا نمی دانی که خداوند بر هر چیز تواناست؟ الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمی دانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا می خواهید از پیامبر خود درخواست کنید که پیش از این از موسی خواسته شد و کسی که کفر را به جای ایمان برگزیند مسلما راه راست را گم کرده است؟ ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در وجودشان است آرزو دارند که شما را بعد از ایمانتان به حال کفر بازگردانند، پس از اینکه حق برای آنها روشن شده است، پس شما عفو کنید و درگذرید تا خداوند فرمان خیش را صادر نماید، همانا خداوند بر هر چیزی تواناست. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصیر. و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کاری نیکی را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت، یقینا خدا به آنچه می کنید بیناست. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. و گفتند هرگز داخل بهشت نخواهد شد جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد، این آرزوهای آنهاست، بگو اگر راست گویید دلیل خود را بیاورید. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آری، کسی که مخلصانه روی خود را تسلیم خدا کند و
و نیکوکار باشد، پس پاداش وی نزد پروردگارش محفوظ است و نترسی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند.